به نام خدا. ادامه مطلب مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار پروسسینگ ماتپلو ورژن 8.0.23. ما تا اینجا رسیدیم که دقیقاً برگردم بیرون بزنم نو. توی پارامترها ما سطح آب پیزومترا رو دادیم، اومدیم سراغ قسمت بعدی پیزومترا رو اینجا بهش دادیم توی قسمت هد ابزرویشن، و اون چیزی که مونده دقیقاً ویژگی های هیدرولیکی یا هیدرودینامیکی سفره هستش که یکی از اونها دقیقاً کا یا هدایت هیدرولیکی ما هستش. کا یا قابلیت هدایت هیدرولیکی ما با استفاده از آزمایش های پمپاژ توی استان انجام شده. یعنی مثلا چاه اکتشافی که ما اینجا داشتیم، یکی چاه اکتشافی که داشتیم در شمال غرب توسط مسینا بوده، یه چاه اکتشافی توی این منطقه داشتیم در قسمت شرق درسگرد، یه قسمت هم اینجا یک در پیزومتر شمه بوده که با این مختصات ما چیکار کردیم؟ آزمایش پمپاش رو انجام دادیم. این مختصاتاش هستش، توی زون 41 اینا 40 هستش، این قابلیت انتقالی که به دست اومده و اینم ضریب ذخیره‌ای که به دست اومده براش. اینجا ضریب ذخیره‌ای مثلا توی این به دست اومده اس وای یا اسپسیفیک ییلد که به دست اومده 33000 یا 3% هستش. کای ما هستش 4/8، اینجا هست کای ما 56.3 متر بر روز و اسمون هم هست 8% و اینجا هم اسمون هست 7% و کای ما هست 74.8 متر بر روز. البته اینجا قابلیت انتقال با استفاده از روش های مثلا روشی که به دست اومده بر ضخامت اشباع سفره تقسیم شده و کای منطقه به دست اومده. ما همین سه تا یو تی ام رو باید بیام چیکار کنیم؟ یه فایل بسازیم براش و اینو ایمپورت بکنیم توی نرم افزار. من پس میام این یو تی ام رو باز دو مرتبه توی همین اینجا میام یک فایل تکست براش میسازم. سه تا آزمایش پمپاژ دارم، یکیش هست 236980 کاما 36 34 285 و کای من هستش 56.3. دومین عددی که دارم اینجا باید بیام دو مرتبه به این کلیک کنم. این 56.3 این یکی بود، این پیزومتر بعدی من، چای اکتشافی بعدی من اینجا هست. یوتیمی که دارم 239996 هست کاما 36 24 0.25 کاما 74.8 هم چیه؟ دقیقاً کای من هستش اینجا. اینو اگه انتر بزنم دو مرتبه بیام سراغ بعدی، این پیزومتر هست که چای اکتشافی هست که کنارش هم این پیزومتر با این یو تی ام 227588 کاما 36 27 984 کاما کامون هم هست 4.8 متر. اینو اگه سیوش کنم تحت عنوان کا توی همین ترس مسینا به نام کا ذخیرش کنم و اینو که سیو کردم بیام دو مرتبه قسمت اینو ذخیره رو سیو میکنم تا تازمان کا تکست ذخیره شد. میام توی ترس مسینا این کا تکست رو اینجا به کا دت تبدیلش میکنم چون که اون نرم افزار حتما با دت رو بخونه. یس کا دت رو که خون میام سراغ دو مرتبه فیل اینترپولیتور و اینجا میام سراغ کا اینو میگیریم و اینو تحت عنوان کا دو ذخیرش میکنیم. کا دو اینو اگه بزنم دو مرتبه همین روش کریجینگ رو انتخاب کنم، گیر پوزیشن رو دست نزنم، اینا گور رو بزنم چیکار میکنه؟ برای کار انجام میده و اینو میبنده. این کار رو میتونم اینجا حالا اینترپول شده به هدایت هیدرولیکی یا کار رو اینجا بهش بدم. اینجا مثل دفعه قبل میایم سراغ ماتریکس، اینو لود میزنیم، اینم لود میگیریم و از همون تبسم مسینا چیکار میکنم؟ اینجا یک کا اگه تایپ کنم با دست، کا دو رو اوپنش میکنم و این مقادیر کاری که اینترپول شده رو مثلا برای هر سلول مدل بهم میده. حالا اگه بخوام کانتور هم بگیرم میام سراغ اینجا قسمت انوایرمنت، اینجا کانتور میتونم براش ویزیبل کنم، رنگ هم بهش بدم مثلا همین رنگا رو، اینو اوکی بزنم و اینا رو هم چیکار کنه. البته این مقادیرش مال مقادیر هدایت هیدرولیکی بود که اون دفعه چیز که این دفعه برای هدایت هیدرولیکی نبود، برای هد هیدرولیکی بود. فیل کانتور رو اگه بزنیم این مقادیر رو میتونیم چیکار کنیم، برای روش بزنیم اینو میتونیم برام چیکار کنه عوض کنه اینا لیبل اسپیسینگ و اینا رو. بازم نگرفت، بزن یه بار دیگه environment کانتور ها رو میتونیم چیکار کنیم، ignore inactive cell بزنیم براش. ها این لول ها رو میتونیم براش تعریف کنیم، لول ها رو مثلا 5 تا 5 تا بزن، از 5 شروع کن تا 75 براش کار کن، برام کار رو بزن، اینجا هم کار بزن. این میگه مثلا اینجا هدایت لیکی مثلا اینقدر اینجا چی شده رفته تا اونجا. اینو اگه ذخیره بکنم yes و در این حال چیه هدایت